در این دو جلسه سعی کرده هم یه جنبندی کلی نسبت به همه مطالبی که در جلسات قبل خونده بودیم انجام بدم. حتما توصیه‌ام اینه که قبل از نگاه کردن این دو تا ویدیو یه مرور کلی به جلسات قبلی ما داشته باشید، چون در این حرکت در این پروژه داریم جنبندی ما رو انجام میدیم. در جلسات قبلمون اومدیم دیتابیس رو ساختیم، برای اینکه دیتابیس ساختیم ریلیشن ها رو ایجاد کردیم، اومدیم رایه های پروژه رو، چون ما قرار بود پروژه رو به صورت چند رایه یا با معماری این رایه بنویسیم، پروژه رو به رایه های جداگانه خودمون تقسیم کردیم، کلاس های مربوط به هر رایه رو به خودش انتقال دادیم، مثل کلاس دامین ها رو بودیم در رایه کلاس دامین، دی بی کانتکس ها رو بودیم تو دیتا رایه، سرویس های خودمون رو، ریپوزیتوری هامون رو تعریف کردیم، گفتیم از تکنولوژی ریپوزیتوری هم استفاده کنیم و iOS رو تو شده به لیسنسیشن رو داشته باشیم. اینها رو انجام دادیم و ریپوزیتوری ها رو تعریف کردیم، سرویس های خودمون رو پیاده سازی کردیم در رای سرویس، رای اوتیلیتی اضافه کردیم که تقویم رو بهش اضافه کردم و روی مدل های من با ایدنتیتی هم کشیدم و بودم در رای ویو مدل که به صورت استاندارد و چند رایه باشه. اوبی طراحیمون گفتم به شما در این پروژه دیپندنسی آی او سی یا همون تزریق وابستگی ها و دیپندنسی انجکشن هستش، از اوبی طراحی دیپندنسی انجکشن استفاده کردیم و در نهایت میگیم الان کنترل های خودمون رو تعریف کنیم. خب میام اینجا اد من گفتم سعی میکنم در این پروژه تا اونجایی که ممکن هستش من از اسکافولد های مایکروسافت استفاده کنم و میزان کد نویسی رو در کمترین حالت نگه دارم که هم سرعت بره بالا و هم خطای انسانی رو کاهش بدم. در کد های خودمان هم از کد های هنسرمن استفاده کردم. دوستانی که اگر نمیدونن هنسرمن کی هستش، یه توصیه میکنم که در ویدیو لیست پخش های بنده آموزش برنامه سی شارپ به اسپی دات نت. اینجا من اسم اینجا اینا ها اسکات هنسر من دو تا از برنامه اسکات گو رو من اینجا کاملا به شما معرفی کردم در ویدیو 48. یه نگاهی به اینا بکنید. من از کد های این دو تا از دوستان و عزیز استفاده کردم که به صورت کامل اینجا اینا رو برای شما توضیح دادم که اینا که این اسکات هنسلمن و اسکات گو یا اسکات گوتری رو چکار کردم. اینجا به شما توضیح من از کت های این استفاده کردم تو این پروژه که کم تایم میزنم حتی رو داشته باشم و کت های خودم نباشد و کت استانداردی باشه که بتونید به راحتی تو پروژه های خودتون استفاده کنید. خب میگیم کنترل ها رو پیاده سازی کنیم. اولین کاستومر رو پیاده سازی میکنم، به کانتکست رو انتخاب میکنم و گزینه ادو میزنم که در کسی رسانی اسکافولد مایکروسافت بیاد ویو ها و کنترل های ما رو چکار کنه بسازه. و از یه نکته اینجا هستش، این وقتی داره الان میسازه داره از دیبی کانتکست استفاده میکنه، اما ما میخوایم اینو عوض کنیم و از ریپوزیتوری ما استفاده کنه. بس من اینو پاک میکنم، میام مینویسم پرایویت. خب اسم ریپوزیتوری ما رو از رای سرویس ما، اسم ریپوزیتوری ما آی کاستومر ریپوزیتوری بود و از این های کاستومر ریپوزیتوری میکنم آرام برای ما کاستومر ریپوزیتوری ما چکار کنم بس. خب اینجا یه مشکلی داریم، اینو نمیشناسه، بسید ببینیم چرا نمیشناسه. مگه ما به پروژه خودمون سرید من به اد ریفرنسش نگاه کنم ببینم، برای سرویس رو اد نکرده بودم به پروژه همون آوردم به پروژه همون سرویس هم چیکار کردم اد کردم. یه کمی فرصت بدید که این چیه. برام به مایشاپ ببینید اینطوری اصلا دیگه پروژه از سرویس استفاده میکنه، سرویس من از کلاس دامین و دیپیکان دیتا رایر استفاده میکنه، هر رایه به رایه بالاتر از خودش سرویس میده و رایه ها چی هستن تا اونجایی که میتونن
استقرار خودشون رو حفظ میکنه، هر روی کار خودش رو میکنه و از طریق سرویس دادن ارائه ها به هم میگیم بالاتر. گفتم باز اگر اینجا مشکلی داشتید خواهش میکنم برید قسمت توضیحاتی که در مورد معماری ارائه ها و الگوهای طراحی در اون بحث ویدیو ایست بخش اسپیدات مقدماتی اسپیدات کور مقدمات دادم استفاده کنید. CTORF رو میزنم که این بیاد برای ما ریپوزیتوری رو چهار کنه، لود کنه. باز من برای اینکه سرعت کلاس اول ببینید من سیوش کنم، بگه اینا رو ببندم که یه مقدار کنترل کاستوم رو باز بکنم و همچنین در مای استور خودم هم اینا رو میبندم و میرم کاستوم رو خودم رو میارم که میتونه با این پیش بریم و سرعت پروژه رو اضافه کنم. خب یه نکته اول اینجا با شما بگم، اگر خواستید از اون تابع از رای یوتیلیتی مثلا اینم که لازم نیست ریپوزیتوری نمیشنه. خب ببینید فکر کنید مثلا کسی میخواد از این رایه ببین ما چون میخوام از این مثلا اکستنشن متد تاگویم استفاده کنه که در رایه چی داشتم اینو تو رایه یوتیلیتی داشتم. ببینید چون من یوتیلیتی رو اگر در ریفرنس های پروژه خودمون دقت کنید من اومدم الان یوتیلیتی رو به این پروژه اد کردم و چون اد کردم این بسید اکستنشن متود هست، میتونید به راحتی از طریق این اکستنشن متود بگید آقا تاریخ امروز رو تبدیل به شمسی کن و بریز اینجا و ازش استفاده کن. خواستم میدم یه نحوه استفاده از اکستنشن متود هم اینجا اولش بهتون آقا توضیح بدم. اگر خواست از اکستنشن متود استفاده کنید به راحتی با این دستور میتونید از اکستنشن متود چکار کنید استفاده کنید. بعد میایم میگیم که اگر ایندکس اجرا بشه بیا این کار رو بکن و باید به صورت اسینک هستش. اویت میکنم که سب کنه، میگم برو از کاستومر ریپوزی تا ویدجت رو کاستومر رو فراخوانی کن و اطلاعات تمامی مشتری رو برای ما میاره. خب این هست، بریم دیتیل رو بیاریم. توضیح بدم چون مثلا آره به راستش میگه مگر آیدی آره ببینم آره به شد ریتن کن ناتفان به گاره کد پیدا نشد. اما اگر میخواد پیدا کنی ببینید دارم به صورت اسینک تابع جت کاستومر با آیدی رو که قبلا در رای سرویس نوشتیم بدیم آیدی رو پاس میدن به اون نتیجه رو پیدا میکنه. اگر دوباره نتیجه واسه ما پیدا شد پیدا نشد میگه not found، اما اگه پیدا شد اینو واسه ما چیکار میکنه برگشت میده. خب من چطور تو چی میکنم دفتر میکنم کنم ریتر میکنه و کاستومری رو که برای ما پیدا کرده. خب بریم کریت، کریت که کار خاصی انجام نمیده ریتر میکنه ویوی گت کریته ویوی کاسو ریتر میکنه ویوی چی رو گتو واسه ما. دوستان اگر اینجا ها مشکل دارید در مورد متد های گتو پلس حتما ویدیوهای جلسات قبلی یه نگاه بکنید، همین ها رو بسیار مفصل من اینجا خدمت شما توضیح دادم. این هم میگم بحث کلید رو انجام بدم این بحث کلید ما هستش. خب این کلید ما هست، میام کلید رو انجام میدم و اینجا که چیز خاصی نیست میگم آقا چک کن اگر مدل استیت ایز ورید باشه، یعنی چطوری بدون وریدیشن های طرف ما وریدیشن انجام شده باشه و مدل استیت ورید باشه بیا از کاستومر ریپوزی اینسرت کن کاستومر رو که قبلا مثلا اوید و بعد به صورت اوید اینو چکار کن سیف کن. و خب اومدیم این قسمت و گفتیم که سیو رو انجام بده، از ریپوزیتوری سیو رو فراخوانی کردیم و ریدایرکت میکنیم روی ایندکس رو اینا. بریم خب متد ادیت رو بیاریم توی متد ادیت. ببین دارم همین دیب کانتکست اگر دقت کنید با ریپوزیتوری ها چیکار میکنم دقیقا عین همین هستش، فقط میام با ریپوزیتوری ها اینا رو جایگزین میکنم. ببین فقط که تفاوتی که داره اینجا یه آندرلاین کاستومر ریپوزیتوری چیه به جای دی بی کانتکستی که داریم، این آندرلاین کاستومر ریپوزیتوری یعنی
دیگه مستقیما ارائه پریزنتیشن ما نمیاد بره با دیو کانتکس ارتباط بگیره، میاد با ارائه سرویس ارتباط میگیره و بعدا خواهد دید. بحث توسعه نرم افزار این خیلی کمک میکنه، این انعطاف تزریقی پروژه رو شدیدا بالا میبره و دستتون رو خیلی باز میذاره. خب اینم که چه خاصی اینجا نمیبینم، مایت اگه نابود ریتن کن نات فان، اگر نبود برو پیدا کن و اینا. اینجا هم که چه خاصی ندارم. HTTP پست مربوط به تابع چی ادیتمون هستش، بریم اینو بیاریم. این در این قسمت ها عوض میشه، اندر این کانتکست اینا با ریپوزیتوری چی میشه جایگزین میشه و بقیه پروژه دقیقا مثل همون. نگاه کنید میگه که آقا اگر اول ما کاستومر دات مار من آیدی نیست، کاستومر آیدی، خب میگه اگر آیدی برابر با کاستومر آیدی نبود چی بگو؟ نات فان. خب اگر وریدیشن ها انجام شده و مدل استیت ما ورید هستش، بیا پایین کاستومر ریپوزیتوری کاستومر رو فراخوانی کن و بعد به صورت اوید چیکار کن، استیت رو چیکار کن، مودیفای شده بود سیوش کن. بعد اینجا بازم میگه که در غیر این صورت اگر خطای رخ داد، اگر این کاستومر آیدی وجود نداشت چیکار کن، ریترن کن نات فارم، و در غیر این صورت خطای موضوع نداره سروس کن به طرف کاربن. خب اینم که از این چه کار دیگه من ببینید دوباره توضیح میدم. میگه اگر کاستوم آیدی که داره میفرسته با اون آیدی ما یکی نبود نات فاند بده، و اگر مدل استیت ایز ورید بود بیاد کاستوم رو پیدا کنه، کاستوم رو مودیفای کنه و در نهایت به صورت اول تصمیم سیوش کنه. اگر خطایی رخ داده در این مرحله به هر عنوانی خطایی رخ داده، خطای اپدیت کانکارنسی رخ داده، کانکارنسی یعنی به صورت غیر همزمان، توضیح دادم اینا رو، بیاد چک کنه ببین اصلا کاربر هست یا نه. اگر نتونست پیداش کنه پیدا بکنه که کاربر وجود نداره که اپدیت بشه و در این روز آخر خطایی داشت دیگه چیکار کنه، در نهایت اینو به طرف کاربر سرو کنه و بعد اگر کارش درست انجام شد رو دایره کنه به چی؟ و این اگر خطای رخ داده ببینید مدل استیت انجام شده و اومده اداره کنه به ایندکس ما. این هم از این چه خاصی دیگه اینجا من نمیبینم که نیاز به توضیح داشته باشم. خب بریم دیگه تو بیاریم چه ساده اینا قبلا در جلسات قبل به صورت مفصل اینا رو چکار کردم توضیح دادم. بریم بحث دیگیتو بیاریم. نکنه میگه که آیدی نات فاند باشد، اگر نتونست پیدا کنه به نات فاند، اگر نباشه بیاد اون مشترک مورد نظر ما رو چکار کنه پیدا کنه تو گتش ها، و اگه نتونست که نات فاند بده اما تونست ریتن ویو کنه چیکار به کاربر. اینجا هم یه نکته بهتون بگم، اگر مدل استیت ما ورید نبود، نگاه کنید این قسمت ها، اگر مدل استیت ما ورید نبود دوباره برمیگرده فرم اپدیت ها. خب اینم از این چه خاصی نیست که اینجا توضیح رو پیدا میکنه و میفرسته رو فرم دیلیت که شما دیلیت رو بزنید و اطلاعات برای ما پاک بشه. بعد عملیات پست انجام میشه، بریم عملیات پست هم به شما توضیح بدیم. پست دیلیت رو پست دیگه ما از کاستوم ریپوزیتوری میگه آقا مشتری رو پیدا کن، پیدا کردی استیت رو استیت این مشتری رو عوض کن به دیگیت و در نهایت اسینک سیوش کن و برگشتش بده به اکشن ریدایرکت کن و اکشن ایندکس ما. خب بعد ما اگزاست رو نداریم چون من اگزاست رو در داخل خود ریپوزیتوری پیاده سازی کردم و از اگزاست اون استفاده کردم، اینو من پاک میکنم. خب سی بگم پروژه رو تا اینجا با تست بگیم، اگر مشکل نداشته باشیم با کاستومر ما چه بشه کار کنه.
بگیم کاغذ کاستومیز بباشه، از کاغذ ننمیشتم کاستومیز. آها ببینید چی میگه، میگه تو از یک ریپوزیتوری استفاده کردی و اومدی باز برای ریپوزیتوری اینو چیکار کردی؟ پیاده سازی کردی، اما سرویس ها رو به ما اد نکردی. نگاه کنید، برید ما سرویس اد نکردیم دیگه، بعد بریم تو مای شاپ خودمون، نگاه کنید تو قسمت استارتاپ، خب تو این قسمت دقیقا اد ترانزینت میکنیم سرویس ها رو، چون میخوام بخش بر گفتم اوگه طراحی ما چیه؟ آی او سی هستش یا همون دیپندنسی انجکشن رو باید چیکار کنیم؟ چه تزریق کنیم دیگه اینا. اد ترانزینت میکنم سرویس رو، میگه کدوم رو؟ خب میگم چی رو؟ ببین اد ترانزینت میکنم، میگم آی کاستومر ریپوزیتوری رو کسی از تو خواست سرویس کاستومر ریپوزیتوری رو بهش بده و اینم پایانش. اینجا که میگم یه آبجکت از کاستومر، ما گفتیم وابستگی ها رو میکشیم در رایه های بیرون. وقتی اینجا میگم که تو این کاستومر کنترل، میگم آقا ببینید من نگفتم اینجا بیاد دقیقا، نگاه کنید من اینجا نگفتم بیا از کاستومر ریپوزیتوری آبجکت بساز، گفتم از اینترفیس های کاستومر ریپوزیتوری آبجکت بساز. خب میگه وقتی من میخوام از های کاستومر ریپوزیتوری آبجکت بسازم، از کدوم سرویس بهش آبجکت رو درست کنم بدم؟ اینجا گفتم که برو از سرویس این، از این سرویس نمیشتم نمیشتم از کاستومر ریپوزیتوری بهش چیکار کن؟ بساز بهش بده. از آی کاستومر رو میخوای بسازی، از سرویس کاستومر ریپوزیتوری براش بساز و بده. دقت کنید، اگر گفتم دیگه جاهایی که لازم باشه بهتون میگم که اگر از استوپوس استفاده میکردید چه تفاوتی داشت. اگر از استوپوس استفاده میکردید، اینجا شما مثل این پروژه من، نگاه کنید پروژه قبلی من، ما اینجا دو تا پیاده سازی داریم. من از کاستومر یه دونه به صورت استوپ پروسس، ویت استوپ پروسس پیاده سازی کردم، اینو بدون استوپ پروسس. شما میتونید تنها تفاوتی که پروژه پیدا میکنه، اینجا میگید آقا مثلا بیا کلاسی رو که با ویت مثلا اس پی پیاده سازی کردید و بهش بده. در بقیه پروژه دقیقا اینه، همه ببینید چقدر کار راحت میکنه. یا فردا میخواد بزن نو اس کی رو پیاده سازیش کنه، فقط اینجای پروژه عوض میشه، بقیه پروژه ثابته. شما میتونید هر وقت میخواد توسعه انجام بدید، بیایید اینجا تو لایه سرویس خودتون به راحتی این پیاده سازی های ایمپلیمنت های دیگه ای از این ریپوزیتوری خودتون داشته باشه. مثلا من ایمپلیمنت کردم به صورت خود یفکو، شما یه ایمپلیمنت کنید با استو پروسه، یه ایمپلیمنت کنید مثلا ممکن است دیتا بشین عوض بشه برو بحث مونگو دی بی و اینا، کاری نداره نوسکر باشه، فقط این قسمت پروژه عوض میشه. شما میگید اد ترانزینت کن که سرویس رو برای آی کاستومر ریپوزیتوری از این کلاس آبجکت بساز بده، مثلا از کلاسی بساز که استو پروسس رو ساپورت میکنه، از کلاسی بساز که نو اس کیو رو ساپورت میکنه، فقط این قسمت پروژه عوض میشه. خب اینو بزنیم دیگه، این دفعه خطا نخواهیم کرد. کاستومرز تو ببین آورد برم میخوام یه آبجکت بسازم کرید، ببین کاستومر نیم میزنم مثلا خودمو سواد جهان گیری 29 مثلا مثلا میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حکم هم میکنن چه مثلا 943 17 72 آدرس مثلا اولمیه شرکت نفت. خب و کریتو میزنم. ببینید یه رکورد رو چکار کرد، اینجا درج کرد، میخوام این رکورد رو ویرایش کنم مثلا رومی شرکت نفت مثلا طبقه دوم و مثلا واحد 312 و شناس
ارشد مثلا فناوری اطلاعات سیوش میکنم. ببینید آوردش، میخوام دیلیتش کنیم، دیتیل میزنم، دیتیل رو بهم نشون میده. و اگه دلت نخواد مثلا یک کد دیگه اضافه کنیم، کلید نیو مثلا امینه جهان که گینم دادن شمونه مثلا 3 2 1 6 9 7 مثلا 0 9 7 14 3 6 2 3 21 مثلا 77 بینم مثلا دوره می آموزش رو همهش مثلا خب اینه مثلا. یا یه رکورد دیگه اضافه کنیم سر گرم رو رو سایل هم کدوم نگیش هم شماره تلفنش بینم مثلا رو میو بینم. خب چی داشته باز زدیم کنم کدوم یه تعداد کارکترش زیاد ردش کرد نه میتونیم وریدیت کنیم آنه به راحتی قابل وریدیت کردن هست. خب یک کدوم تستی هم بزنیم مثلا تست تست خب و میتونیم به استفاده از این چیکارش کنیم دیگیتش کنیم. ببین همه قسمت هاش چیه کار کرد. یه پروژه رو به صورت چرایه نوشتیم، معماریمون چرایه بود، اومدیم از گیپوتیز و ریپوزیتوری ها استفاده کردیم، ارگ طراحیمون دیپندنسی اینجکشن یا آی او سی بوده و اومدیم کنترل ها رو باز با اسکافولدینگ با کمترین نیاز به کد نویسی انجام دادیم. میتونم این ادعا داشته باشم من همه آموزش هایی رو که در سطح ایران هستش رو تقریبا در این زمینه اسمی دات نت کد این نگاهی بهشون داشتم و همه پکیجاشون رو اینا رو دارم. میتونم این ادعا کنم که اولین آموزشی بوده که با کمترین نیاز به کد نویسی با امکانات قدرتمند اسکافولدینگ اسمی دات نت این آموزش رو درست کردم. سعی کنید عادت کنید از اسکافولد های مایکروسافت استفاده کنید. ببین نسل برنامه نویسی داره عوض میشه دیگه، در نسل های 4 برنامه نویسی دیگه بیشتر نیاز به کد نویسی نیست و بیشتر باید از ابزارها استفاده کنید. عادت کنید استفاده کردن ابزارها و شما تایپیست نیستید. خب میگم در ادامه تداویر چی اضافه کنیم، کارا و اوردر هم به همین روال اضافه کنیم. در ویدیو بعدی میگیم اینا رو همین کنترل های کارا و اوردر اضافه کنیم و در هر پروژه چی بشه